جناب دکتر سنایی، ما یک کشور مثل 191 کشور دیگه نیستیم، یک کشور ویژه ایم. یعنی شما میبینید که رؤسای جمهور ایران وقتی انتخاب میشن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد میرن، دو تا رئیس جمهور رو همه شبکه‌ها خبراش رو پوشش میدن سخنرانیاشون، یکیش دولت امریکاست، رئیس جمهور امریکا، یکی رئیس جمهور ایران، فارغ از این که چه کسی باشه، به پشتوانه همون مردم و همون اندیشه‌ای که انقلاب اسلامی داره. یعنی ما در طی این مدت‌های مدید همواره این رو دیدیم در پرونده‌های مهم بین المللی ایران تاثیرگذار، هیچ کس هم منکر این نمیشه، حتی به جمعیت هم نیست. جمعیت چین مثلا 1,300,400,000,000، ولی ما میبینیم که میزان اقبالی که به سخنرانی رئیس جمهور منتخب ایران هست خیلی متفاوت با رئیس جمهور چین یا رئیس جمهور فرانسه یا رئیس جمهور یا نخست وزیر انگلیس یا حتی صدر اعظم آلمان. بنابراین من این رو میخوام بپرسم که تأثیر این انتخابات روی معادلات بین المللی و پرونده های مهم بین المللی که در هر حال ایران در اون موضوعات صاحب نظر هست یا نظر داره، چه خواهد بود؟ ببینید، ما در عرصه سیاست خارجی باور داریم که عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی و تصمیماتی که در سیاست خارجی گرفته میشه متنوع. بخشی از این عوامل تصمیم گیرندگان هستند، برخیش عوامل پایدارتری است مثل فرهنگ ملی، هویت ملی. من برداشتم اینه که جایگاه جمهوری اسلامی ایران با این انتخابات تحکیم شد در عرصه بین الملل و ارتقا پیدا کرد. اصل خود برگزاری این انتخابات و به این شکل شفاف و تقریبا با نرمها و با استانداردهای روشن، این که تقریبا عرض میکنم چون ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که ایدئال داریم حرکت میکنیم یا 100% حرکت میکنیم، به این جهتگیریمون این هست. خود این اتفاق از جهت فضای روانی تأثیر گذاشت، اما به شکل پایداری هم طی ماها و سالهای آینده قطعا جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران ارتقا پیدا خواهد کرد. اولا این نمایش وحدت ملی و این نمایش هویت ملی، تقویت هویت ملی، تأثیر خودش رو در عرصه بین الملل خواهد گذاشت. جناب آقای دکتر روحانی و دولت ایشون از یک پشتوانه قوی در عرصه بین الملل برخوردار هست. یک انتخاباتی که مورد اعتراف همه مجامع بین المللی و کشورها قرار گرفته و رئیس جمهور منتخبی که یک پشتوانه عظیم رأی مردمی داره، بیش از 50% آرا رو با خودش داشته و سایرین هم رقبایی هم که کمتر از 50% چند تن از رو هفتن از رقبایی که چند کمتر از 50% رو در واقع به دست آوردن اعلام حمایت میکنن، همراهی میکنن، دیدار میکنن با این رئیس جمهور. بنابراین به شکل اساسی این دولت یک پشتوانه وحدت ملی و انسجام ملی رو همراه خودش داره. ما همین لبخندی که بین مردم و خوشحالی که در بین مردم شاهد هستیم، من نه فقط در بین طرفداران و کسانی که با آقای دکتر روحانی رأی دادن، واقعا در عموم جامعه و در بخش‌های زیادی حتی از ستادهای حامی رقبای ایشون هم این رو می‌بینیم، چون یک اتفاقی است که در واقع همه خودشون رو برنده اون می‌دونن. و من این رو باز باید یکی از مراحل تکامل بدونیم. جناب آقای عابدینی، شما خودتون در عرصه بین‌الملل فعالیت کردید و اهل پژوهش و مطالعه در این حوزه هستید. امروز قاعده بازی در دنیا قاعده برد برد هست، قاعده برد باخت نیست، و ما باید تلاش کنیم بیشترین بهره رو ببریم، بیشترین در واقع استفاده رو ببریم از مجاری بین‌المللی. ما درسته در اصل انتقاداتی به جامعه بین‌الملل، به نظام حقوق بین‌الملل هم و ساختار حقوق بین‌الملل و ساختار نظام بین‌الملل هم داریم، اما در ضمن تلاش برای تغییر این وضع موجود با به رسمیت شناختن همین وضع باید تلاش کنیم حد اکثر استفاده رو ببریم، و این با یه بازی برد برد ممکنه. و این بازی برد برد تو داخل اتفاق افتاد.
شما نگاه کنید الان هر کسی مصاحبه میکنه، هر گروهی مصاحبه میکنن، میگن آقای دکتر روحانی مال ماست، ما برنده انتخابات هستیم و این جای شوک‌گذاری داره. من خودم به عنوان کسی که فعالیت کردم در ستاد آقای دکتر روحانی به دوستان گاهی میگم که این جای انتقاد نداره، خیلی جای خوشحالی داره، یعنی اینکه شما همه احساس میکنن و این اتفاق مبارکی است. خب این تأثیر داره تو عرصه بین‌الملل. دولت آقای دکتر روحانی علاوه بر اون، همینطور که در مناظره ها دیدیم، رویکردش رویکرد تعامل هست. خب رویکرد تعامل یعنی چی؟ رویکرد تعامل معناش این نیست که ما بناس ارزش ها و اصول انقلاب اسلامی رو کنار بذاریم، نه، اونها چیزهای ثابت و پایداری است تو سیاست خارجی ما، اصول و ارزش های کلی سیاست خارجی، سیاست های کلی که رهبر انقلاب تعیین میکنن. اما تعامل یعنی اینکه اصل رو بر تبدیل دشمن به دوست در عرصه بین الملل گذاشتن و اصل رو بر ظرفیت سازی در عرصه بین الملل گذاشتن. خب ما واقعا در سخنان عموم کاندیداها بود، ما خیلی میتونستیم از فن دیپلماسی بهره بیشتری ببریم و از روش تعامل بیشتری بهره بگیریم، بنابراین خود این هم تقویت خواهد کرد. من تردید ندارم که حتما پیشنهادهای مختلفی در رابطه با کشورهای مختلف دنیا، ما نباید به این سمت حرکت بکنیم که در واقع کشورهای مختلف رو تبدیل به کشورهای همسو با غیر همسو با خودمون بکنیم، که متاسفانه بعضی از اقدامات در عرصه سیاست خارجی طی سالهای گذشته این گونه بوده. خب قطعا تلاش خواهد شد که کشورهای همسو افزایش پیدا کنن و برای تعقیب اون اهداف و ارزش‌ها و اون اصول از حد اکثر ظرفیت بین المللی و قواعد بازی بین المللی بهره گرفته بشه. علاوه بر این، خب تیمی هم که در خدمت دولت منتخب آینده خواهد بود هم تیم بسیار مجربی است. بازی که از اشکالاتی که ما در تلویزیون حضور پیدا می کردیم سالهای گذشته هم وارد می شد، البته نباید خدمات و زحماتی که کشیده شده انکار کرد، اما به هر حال اشکالاتی که وارد بود این بود که از تجربه ها استفاده کافی نمی شد. ما به هر حال در یک عرصه بین المللی، عرصه بسیار پیچیده‌ای فعالیت می کنیم و از افراد مجرب، حرفه‌ای و در این حال متعهد و اصولی باید استفاده کنیم در سازمان‌های بین‌المللی، در مجامع بین‌المللی. دایره کار خودمون و حوزه بازی خودمون رو باید گسترش بدیم. من گمان می‌کنم با سیاستی که آقای دکتر روحانی از گذشته داره، که جناب آقای خباز هم اشاره کرد داشته، که جناب آقای دکتر خباز اشاره کردن، و همینطور برنامه‌هایی که ایشون اعلام کرده و اون چه که این روزها هم ایشون میشنویم و میبینیم در جلسات، و نکته‌ای هم که اعلام کردن که از همه گروه‌ها استفاده خواهد شد، یعنی از نیروهای در واقع مجرب و دانشمند، در واقع اهل فن گروه‌های مختلف استفاده خواهد شد، این سرمایه عظیمی رو در عرصه بین‌الملل هم ایجاد خواهد کرد. ما باید ابتکارهای مهمی هم در بحث هسته‌ای، هم در بحث روابط با اروپا، کشورهای مختلف، در عرصه روابط منطقه‌ای عرضه کنیم، هم یه بخشی از تنگناهایی رو که با اون مواجه هستیم اونها رو در واقع باید معادلاتش رو تغییر بدیم، هم این که با یک سیاست پرتحرک و سازنده و متعامل تلاش کنیم از دایره تحریم ها ببینید، خب تحریم هایی که وضع شده و در عرصه بین الملل هم ما واقعا هرچند ظلم های فراوان و مضاعفی میشه گفت که بر ملت ایران وارد شده، اما امروز به عنوان واقعیت با 4 قطعنامه و تحریم های گسترده ای مواجه هستیم و آثار اون هم گرانی است، تورم هست، بیکاری است. البته همه این هم آثار تحریم نیست، یه بخشی علل عوامل داخلی داره و بهره نگرفتن به صورت کافی از ظرفیت‌های داخلی، از این قشر عظیم جوان و مدیریت نکردن صحیح اونهاست، اما یه بخشیش هم هیچ تردیدی نیست ناشی از این فضای روانی بین‌المللی است که ایجاد شده و اقتصادی که بالاخره متأثر از شرایط بین‌الملل هم هست و تحریم‌هایی که اعمال شده. خب خروج از این تحریم‌ها و رسیدن به نقطه عادی و انشاءالله حرکت به سمت شرایط بهتر و یک اقتصاد پویا و اقتصادی که اونچه که به هر حال عرضه شد و تحلیل ها گفته میشه این که رشد اقتصادی برابر با صفر باشه، خب این مشکلات
جدی دست به گریبان هست اقتصاد جامعه ما. اما همه ما روی یک اصل اتفاق داریم، اون اینکه امیدواری وجود داره. ما هم به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک جامعه مسلمان موظف هستیم که امیدوار باشیم. هم این حادثه عظیم و این اتفاق امیدواری گسترده ایجاد میکنه، هم واقعا بدون مبالغه عرض میکنم ظرفیتی که کشور ما از جهت ژئوپلیتیک، منابع و معادن خداداد داره برخوردار هست ازش، و همینطور ظرفیتی که انقلاب اسلامی ایجاد کرده. بنده خودم به عنوان کسی که 8 9 سال نماینده ایران در خارج از کشور بودم، هیچگاه احساس کمبود نکردم که خودم رو نماینده ملت ایران یا نماینده انقلاب اسلامی معرفی کنم. واقعا انقلاب اسلامی یک ظرفیت عظیمی است در عرصه بین الملل، و این خودش یک سرمایه است که باید مورد توجه بیشترمون قرار بگیره. بس توی روش هاست. بله ببخشید چون وقت بله من تمام میکنم این بخش از عرایزم رو، و امیدوار هستیم که ما حتما به مراحل بیشتری از تکامل و رشد خواهیم رسید و فعالیت‌های گسترده‌تری هم در عرصه بین‌المللی انجام خواهیم داد. بله. جناب آقای خباس، من چون وقتمون 45 دقیقه خیلی وقت کمی است، این سوال رو دارم که مردم حماسه سیاسی رو آفریدند. الان نوبت دولت مردان، سیاست مداران، تصمیم سازان و تصمیم گیران هست که به وظایف خودشون عمل کنند. چگونه میتونند اینها به در واقع تشکر و قدردانی عملی کنن از مردمی که واقعا این حماسه رو آفریدن و شما دلایلش رو بیان کردید؟ عرض کنم که حماسه سیاسی مقدمه حماسه اقتصادی باید باشه، چون سالم به همین نامگذاری شده. مردم دینشون رو ادا کردن، امروز دیگه مسئولیت دولت مردانی. هیچ انتظاری جز این که به شعارها و به سخنان و به مطالبی که گفتن جز این انتظار بیشتری نیست. خب اون پنج برادر دیگه که موفق نشدن، جناب آقای دکتر روحانی به حمدالله موفق شدن، از برنامه های مثبتی که آقایون دارن در دولت استفاده می کنند. خود آقای دکتر روحانی عرض کردم چون 5 دور نماینده مجلس بوده، کاملا مجلس و پتانسیل مجلس کامل می شناسه، پتانسیل خارج از کشور رو کامل میشناسه، یک از نظر حقوقی رشته تخصصیشون حقوق اساسی است. دنیا تعاملات صحیح و منطقی ایشون رو قبول داره، آثارش هم شما شنیدید، لحن مناجاتشون هم عوض شده دیگه، این لحن لحن یک ماه پیش نیست از وقتی که شون اومدن. اینها همه دست به دست هم داده، الان زمان اداء قول هاست. اون هم عرض کردم کار خاصی نیست، فقط کار باید کارشناسی باشه و بس. شما سخت‌ترین مشکل رو اگر مطرح کنید با کار کارشناسی، با استفاده از تجربیات گذشته و با توجه از پتانسیل‌های داخلی میتونه حلش کنید. من شهر سراغ دارم در بعضی از کشورها که به عنوان آلوده‌ترین شهر بوده، امروز بهترین فضا رو از نظر آب و هوایی داره، به طوری که کسانی که بیماری ریوی دارن مفرستنشون به همون شهری که قبلا آلودگی داشته امکان پذیره. فقط یه چیزی که قابل جبران نیست و قابل علاج نیست، او هم مرگه. با حمدالله خدا به ما حیات داده، از این حیات باید استفاده کنیم. و عرض کردم دولت تدبیر، هزاران نکته، هزار نکته باریک ترزمو اینجاست. تدبیر یعنی با اراده کار کارشناسی وارد می شویم. نگاه سیاسی صرف به مسائل نداریم، کسانی رو برای مسئولیت ها انتخاب میکنیم که برازندگی اون مسئولیت رو داشته باشن. امیرالمومنین میفرماد در نهج البلاغه که یکی از دلایل شکست دولت ها اینه که کارهای کوچیک رو به افراد بزرگ و کارهای بزرگ رو به افراد کوچیک میدن. فرد کوچیک نمیتونه اون کار بزرگ انجام بده، فرد بزرگم از کار کوچیک خسته میشه، دل مرده میشه، رها میکنه. آقایون با همون شعاری که دادند و جناب آقای دکتر روحانی که عرض کردم من با ایشون از 20 تا 22 سال پیش از مجلس چهارم آشنا هستیم، که روی حرفی که گفتند و اراده‌ای که کردن پا بر جا هستند، و من یقین دارم همون شعارها رو با نگاه کارشناسی دقیق انشاءالله با موفقیت به پیش خواهند برد. ولی عرض کردم عجله هم نباید کرد، که عجله کار مناسبی
نخواهد. سپاسگزارم جناب آقای خباز، تشکر میکنیم جناب آقای دکتر صلاحی و قدردانی میکنیم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودید. شما میتونید متن مکتوب و تصویری برنامه امشب رو به آدرس پایگاه اطلاع رسانی باشگاه خبرنگاران به آدرس yjc.ir ملاحظه بفرمایید. سپاسگزاریم. در پناه خداوند بزرگ باشید.